فرهاد، آخرین خبرها رو از تو بشنویم. خب اون کشور اروپایی که رفته عملاً بروکسل هستش، بلژیک پایتخت بروکسل هستش. چرا؟ چون اونجا مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو هستش. سه هدف اونجا دنبال میکنه به گفته کاخ سفید. یکی اینی که وضعیت خاورمیانه رو با توجه به اینی که هماهنگی انجام بشه بین آمریکا و این متحدینش برای انجام کمک‌های انسان دوستانه برای مردم غزه، همچنین فشار اقتصادی بر روی حماس. میدونیم تعدادی از کشورهای عضو ناتو هم تحریم‌های را علیه حماس اعمال کردن. اینا به صورت هماهنگ شده انجام میشه و تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها. مقصد بعدی که آقای بریت مگرک که معاون جک سالیوان هستش داره، اسرائیل هستش. سه هدف اونجا دنبال میکنه. یکی همون آزادی گروگان‌ها هستش، یکی وضعیت جنگی هستش که دوباره یاداوری کنه در این جنگ وضعیت انسان دوستانه حتما رعایت بشه و برای آزادی گروگان ها، و همچنین گوشزد کنه به مقامات اسرائیلی در رابطه با کنترل شهرک نشینایی که گزارش های ازشون آمده برای که به صورت خشن با خشونت با شهروندان در عرب یا همون فلسطینی برخورد کردن. و در کرانه باختر قراره با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی یعنی محمود عباس دیدار داشته باشه، اصرار برشون داشته باشه که اصلاحات را انجام بدن تا و آمریکا حمایت داره میکنه از این تشکیلات خودگردان به عنوان نماینده مردم فلسطینی. و بعد از اونجا یعنی از اسرائیل و کرانه باختری روی اردن به کشورهای خلیج فارس میره، هماهنگی انجام میده برای اینکه کمک‌های نظامی که نیاز دارن برای اینکه احتمالاً کسانی که به دنبال گسترش دامنه درگیری بین اسرائیل و حماس هستن خصوصاً گسترشش بدن، کمک نظامی بهشون داشته باشه و حمایت رو بار دیگه برشون تاکید کنه و بگه که آمریکا در این زمینه همراهشون هست. و یکی از این کشورهای حوزه خلیج فارسی که مقصد آقای بریت مگرک هستش، دوحه قطر هستش که میدونیم که نمایندگان حماس در اونجا حضور دارن و بار دیگر در رابطه با آزادی گروگان‌هایی که همونجوری که در مقدمه بهش اشاره کردی برشون اصرار کنه ببینه وضعیت اونها چه خواهد شد، به اجرای اینی که گروگان‌های آمریکایی که از جمله یکی از اونها که کودک 3 ساله هستش و در پایان سفر به اردن خواهد رفت. اردن حمایت تاریخی دولت بایدن رو و آمریکا رو از اردن اعلام خواهد کرد و همچنین کمک به اینی که در آینده فلسطین چه نقشی اردن میتونه نقش مثبتی اردن بازی کنه. بیانیه کاخ سفید ادامه داده که همراه آقای بریت مگرک خانم باربارا لیف هستن که مدیر کل وزارت امور خارجه در امور کشورهای خاورمیانه هم همراهی میکنن ایشون.